مستفیض میشم. شما لطف دارید. و بله، از واقعا سپاس از زحماتتون، چون برنامه های شما جز آگاهی چیز دیگه ای نداره، برخلاف تمام برنامه هایی که گروه گروه میان میشینن و دیگه جا نداره که من بگم چی. ولی بر تأیید تمام صحبت های شما بر اون وحشتی که ما ایران دوستان از تجزیه این ایران داریم، میخوام بهتون بگم که واقعا ما هر داریم انقدر نگران باشیم، چون اتفاقی که 41 سال پیش برای من توی فرودگاه فرانکفورت افتاد و الان یه 2-3 دقیقه وقت این عزیزان رو میگیرم و تقریبا میخوام بگم شاید 3 سال پیش بود که تلفنی با جناب قاسمی عزیز داشتم که زای خیلی کوتاه به ایشون من گفتم که چه اتفاقی افتاده. من خیلی کوتاه این داستان رو میگم که شما بدونین که واقعا صحبتاتون تاییدیه داره. توی فرودگاه فرانکفورت شخصی که معلوم بود که ایرانی نیست از نظر ظاهر، به نام راب خودش رو معرفی کرد و ایشون به خاطر اون نگرانی هایی که من موقع پرواز وقتی از آسمان ایران خارج شدم، اون بیقراری ناراحتی ها متوجه شد. ما چند ساعتی در فرودگاه فرانکفورت اونجا به هر حال و از صحبت هایی که می کرد فارسی خیلی دلنشینی با لهجه کرمانشاهی، خودش رو به نام راب معرفی کرد ولی خانومش گاهی اون رو اسی صدا کرد که من پرسیدم جریان چیه، گفت من اسمم چون ایران زندگی کردم و عاشق ایران شدم اسم اسماعیل برای خودم انتخاب کردم. ایشون در کرمانشاه بوده، گفت در الان سن شاید 63-64 سالش بود، ولی میگه در سن 22 سالگی از انگلیس میاد ایران برای شرکت نفت، نمیدونم درس بخونه، تحقیق بکنه، همچین داستانهای و اظهار نگرانی میکرد که داره از ایران میره و دیگه نمیتونه به ایران برگرده، دلش برای قهوه خونه های دربند تنگ میشه، برای کوه دماوند تنگ میشه، خیلی اظهار ناراحتی میکرد. وقتی منو تو اون شرایط دید گفت من یه چیزی به شما بگم، اگر هر چیزی در مناطق مرزی ایران داری، از جنوب ایران تا شرق ایران، ببر از ایران بیرون، نذار ایران. ایران اینها اینجا هستند تا به مرحله تجزیه ایران که برسه کارشون تمام میشه. شما باور کنین از اون من الان شاید 41 ساله که از ایران متاسفانه مثل میلیون ها ایرانی اجباراً بیرون هستم، وحشت این روز رو داشتم. تمام اتفاقات ناگواری که به ایران و مردم ایران افتاد همه ناراحت کننده بود، ولی این تو ذهن من بود که بله این مراحل داره پیش میره و متاسفم که این روزها تمام صحبت های شما که چقدر نگران این مسئله بودی این تاییدیه رو میده. ممنون از وقت همه تو، سپاس از شما بانو، متاسفم از این داستان واقعا، و قبول بکنید که شما راه درستی دارین میرین، چون این برنامه اون آقا انگلیسی بود که این رو به من گفت. درست. سپاس از نظر شما، خواهش من پیروز باشید. خواهش میکنم. بله سعید جان بفرمید. بله 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 من کاملا به خاطر دارم که تلفنی با هم صحبت کنیم. اما بریم سراغ ادامه داستان که این کار داره به کجا کشیده میشه. خب ببینید، جمهوری اسلامی زمانی که اومد توی یعنی از سال 1374 به این بعد گام دومش، یعنی گام اولش که اون جنگی بود که باید اتفاق میافتاد با خود ملت ایران، با خون ملت ایران هزینه میشد تا دشمن اصلی اسرائیل به قول معروف از بین بره که صدام حسین بود و ملت ایران تهونشو دادن، هنوزم که هنوز دارن تهونشو میدن و خدا میدونه چند صد هزار نفر یا چند میلیون ایران. سعید جان صدای شما قطع شد. جناب قاسمی، آقای دکتر مهراد شما صحبت کنید تا آقای قاسمی برگرد. خواهش میکنم. سپاسگزارم از شما، از همه دوستان، کسانی که شنونده هستن و
من اگر پروانه بدید میخوام به مسئله فردی به نام، یعنی اشاراتی بکنم، دو بخش رو اشاره کردم، اکنون اشاره بکنم به، چون این خیلی مهمه، چرا ما به این موارد میپردازیم، بارها در رستاخیز بهش پرداخته شده، به دلیل ارزشمندترینش از دید من دو بخش: یک، آگاهی رسانی به هم میهنان، هم تعباران، هم زبانان، برای که آگاه بشن نسبت به اون چیزی که به ویژه در زمان شورش 57 یک آسیب جبران ناپذیری به ما زد، چه از دید پولی، چه از دید مینوی یا معنوی، با فرصت‌های تاریخی بسیار بسیار ارزشمندی رو از دست بده. از شاید از چارچوب این برنامه بیرون باشه که من بگم، فقط اشاره می‌کنم مسئله فروپاشی شوروی است و بخشایی که از ما تجزیه شده بود، اگر دولت شاهنشاهی بر سر کار بود، دست کم بخشایی از این گستره بزرگ به خاک ایران بازگردونده می‌شد. مسئله یورش شوروی با برنامه‌ریزی آمریکا برای که باطلاقی درست کنن برای شوروی در افغانستان، یورش به افغانستان و کشتار همیهنان، همتباران و همزبانان ما در افغانستان، و که اگر شورش 57 رخ نداده بود، یورش به افغانستان هم هیچگاه روی نمیداد، چون ارتش شاهنشاهی در ایران بود و 100% شوروی همچین ریسکی رو نمیکرد که پاکری افغانستان بسن. در زمان شورش 57 متاسفانه تا به امروز هم بخش‌هایی از آن چیزی که بر سر ما آمد در سال شورش 57 یا سال 1979 هنوز هم به باور من برای بخش‌هایی از هممیهنان، همتباران، همزبانان ما آشکار نیست. یعنی و چرا ما به این موارد میپردازیم؟ این شاید این واژه رو شاید بخیا نپذیرن، ولی به باور من این گونه است. بوتی که از اسرائیل بخیا از همیهنان ما ساختن، دلبستگی که بخیا از همیهنان ما دارن نسبت به اینکه اسرائیل میتواند کمک بکند که ایرانیان به آزادی برسند، یک بوت چه بگویم، یک بوتی است که نابجا برای خود ساختن. اونهایی که دلبسته اسرائیل هستند، بخشی از این کسانی که به اپوزیسیون حقنه شدند، میروند در اسرائیل، با اسرائیل گفتگو میکنند که چند ماه پیش این کار انجام دادن، اسرائیل هم، دولت اسرائیل هم فهمید چی کارشون بکنه، کیپای یهودی گذاشت سرشون، برد کنار دیوار گریه و زاری یا دیوار ندبه، اونا اونجا نیایش هم کردن، مانند کاری که شیعیان در ایران در چای جمکران قم میکنن، نامه هم نوشتن اون اپوزیسیون نماها و توی لابلای سوراخ‌های درزهای سنگهای دیوار ندبه هم هول دادن. مانند این که مثلا گروه آمریکایی یا اسرائیلی بیان ایران، برن قم نامه بنویسن برای امام زمان بندازن تو چای جمکران. این دقیقاً همون معنا رو داره، چون چای جمکران هم برداشت شده از نامه نویسی و گذاشتن در شکاف‌های دیوار ندبه است. حالا به هر حال ببینید، یکی از افسران بلندپایه موساد به نام آری بن منشه، فردی که پدر و مادرش عراقی هستند و در جریان کشتار یهودیان عراق به نام یوم فرهود میگن، ده ها یهودی کشتار، نزدیک به 200 یهودی کشته و زخمی شدن و هزاران خانه و فروشگاه یهودیان چپاول شد از سوی پان عرب ها، برخی از یهودیان ترجیح دادن نه به اسرائیل برن، نه به آمریکا، نه به اروپا، و بلکه بیان به ایران شاهنشاهی. دولت شاهنشاهی هم با آغوش باز اینها رو پذیرفت. اینم یکی دیگه از اون کمک‌هایی که ایرانی‌ها به یهودیان کردن و با صلاح دید و تایید شاهنشاه روانشاد این یهودیان پذیرفته شدن. آری بن منشه از پدر و مادری یهودی عراقی در تهران زاده میشه. پس از سالها زندگی در ایران، اینها به اسرائیل میرن، اونجا دانشگاه میره، اونجا زندگیش ادامه میده و میره توی موساد، از افسران بلندپایه موساد. در کتاب خودش به موارد بسیار ارزشمندی اشاره میکنه. برای که به درازا نکشه این بخش رو به کوتاهی میگم درباره آری بن منشه. اشاره داره به ارتباط موساد با خمینی
و فرستادن یک بانوی اسرائیلی به نام بانو بن داوید به نوفلوشاتو و دیدار اختصاصی با خمینی، یعنی شاید معدود از شاید تنها زنی باشه که تنهایی با خمینی پشت در بسته دیدار میکنه. سپس به اسرائیل باز میگرده و میگه خمینی همان کسی است که ما در انتظارش بوده ایم. یعنی تایید میکنه اون گزارش هایی رو، ارتباطاتی رو که با خمینی داشتن، و میگه بله این فرد همون فردی است که ما نیاز داریم، این فرد همونه و این خمینی آمده است که اهداف ما رو در منطقه به سرانجام برسن. و چرا به بت‌سازی برخی از ایرانیان از اسرائیل اشاره کردم؟ به خاطری که وقتی که کار MI6 و CIA و به ویژه موساد به بار میشینه و شورشیان به رهبری خمینی، شورشیان ارتجای سرخ و سیاه به رهبری خمینی به پیروزی میرسن در ایران، خانم بن داوید با گذرنامه فرانسوی دوباره از سوی موساد فرستاده میشه به تهران و دوباره با خمینی دیدار میکنه. و افزون بر اون بخشی از ایرانیان میهن پرست، یعنی پادشاهی خواهان، از اسرائیل درخواست کمک میکنه. یاری به منشه کتاب خودش به این مسئله اشاره کرده، ولی اسرائیل این رو نمیپذیره. یعنی شما ببینید ایرانیان، برخی از ایرانیان گمان میکردن که اسرائیل دوست ایرانه. اون زمانی که عرب ها نفت رو به روی اسرائیل بسته بودن، تحریم کرده بودن، دولت شاهنشاهی به داد اسرائیل رسید و به اسرائیل نفت داد و مردم ایران و دولت شاهنشاهی به رهبری شاهنشاه روانشاد نه دیدگاه اسرائیل ستیزانه یا یهود ستیزانه داشتن، نه دیدگاه عرب ستیزانه داشتن، بلکه مسائل و رویدادها رو به درستی و بر پایه سود یا منافع ایران تجزیه و تحلیل و رفتار می‌کردن. یعنی هم تجزیه و تحلیل ایران پرستانه داشتن، هم رفتار ایران پرستانه. نه می‌خواستن که پان عرب‌ها دست بالا رو تو منطقه داشته باشن که کردکشی بکنن، ایرانی کشی بکنن، یهودی کشی بکنن، چه می‌دونم دست به جنگ افروزی بزنن، نه خواهان این بودن که صهیونیستا بخوان پروژه نیلتافورات رو اجرا کنن و منطقه رو به آشوب بکشن و به آتش و خون بکشن و کشتار به راه بیاندازن. بله همین است که شاهنشاه با سیاست‌های درستشون همزمان با اینکه با در زمان تحریم نفت از روی عرب‌ها که نفت رو به روی اسرائیل بستن به اسرائیل نفت میده، ولی همزمان میگه که ما باید بخشی از این سرزمین‌ها به فلسطینی‌ها برگرده و شاهنشاه خواهان ایجاد توازن در منطقه بود. و برخی از این ایرانیانی که دلبسته به اسرائیل بودن، شوربختانه جای نادرستی دلبسته بودن و زمان خودشون و سرمایه خودشون از دست دادن. یعنی زمان کشی شد، گمان میکردن حالا 20 روز دیگه اسرائیل به ما جواب مثبت میده، 3 ماه دیگه میده، 6 ماه دیگه جواب میده، 1 سال دیگه جواب میده، تا جای پای خمینی با پس از اون کشتارها صفر شد و میدانیم که چه روی داد در ایران. پس از اون و همین آقای آری بن منشه اشاراتی داره، اشاره‌ای داره در کتاب پول خون برگردان روانشاد پروفسور مسعود انصاری که شما میتونید در اینترنت جستجو کنید و پی دی افش رو پیدا کنید و خودتون بخونید، اشاره میکنه به مسئله حیاتی جنگ عراق با ایران که مسئله جنبه حیاتی برای دولت اسرائیل داره، برای که بتونن هم باقی مونده ارتش شاهنشاهی و اون ادوات نظامی رو مستهلک بکنن، هم به ویژه موساد اسرائیل از عراق میترسید از صدام حسین و میخواستن ارتش عراق رو مستهلک کنن. و میگه خمینی آمده بود که هدف ما را به سرانجام برساند، زیرا اگر این جنگ آغاز نمیشد به جای سربازان ایرانی سربازان اسرائیلی بودند که باید در جنگ با ارتش قدرتمند عراق کشته میشدن. به این موارد خواهش میکنم خوب دقت کنید. در کتاب پول خون اشاره میشه به لابیگری اسرائیل برای فروش اسلحه به خمینی، اشاره میشه به این قضیه و مسئله ایران گیت رو به وجود میاره که شاید باهاش آشنا باشید. من چون ممکنه کمی به درازا بکشه، من میخوام برم روی، اگه پروانه بدید برم روی افراد و حجم، یه مقدار حجم داد و ستد هایی که جمهوری اسلامی از زمان روی کار اومدن داشته. ببینید مارک ریچ یک یهودی صهیونیست زاده 1943 که دلال مواد خام، بنزین، نفت، املاک، مواد خوراکی و بیشترین شهرت این فرد هم به خاطر تأسیس شرکتی به نام کلنگوره
کلنگور و این فرد به خاطر فرار از پرداخت مالیاتی در آمریکا و به خاطر ارتباطات بسیار نزدیکی که با خمینی داشته به ویژه در زمان بحران گروگانگیری کارکنان سفارت آمریکا در تهران از سوی دولت آمریکا محکوم میشه و تحت تعقیب بوده. این فرد به خمینی بسیار نزدیک بود و در کتاب خاطرات خودش به نام پادشاه نفت اشاره میکنه که بیشترین سود رو یک از شکستن تحریم‌های جهانی علیه دولت آپارتایدی آفریقای جنوبی برده و سپس پس از شورش 57 در ارتباطی که با خمینی و دار و دستش داشته به خاطر مسئله تحریم‌های آمریکا علیه نفت ایران. مارک ریچ، این صهیونیست اسرائیلی آمریکایی، برای 15 سال دلال اصلی فروش نفت جمهوری اسلامی عبری عربی به برخی از کشورها به ویژه اسرائیل بوده است. همیهنان گرام، همچنین اسلحه و مهمات برای خمینی از طریق تایلند ارسال میکرده و در کتاب خودش پادشاه نفت اشاره مستقیم میکنه، این کتاب نوشته دانیل امانه ولی خب گفته های خود مارک ریچ هستش که نام اصلیش هم یک نام نمیدونم نام خانوادگی رایش داره. اشاره میکنه که هم جمهوری اسلامی عبری عربی هم دولت اسرائیل از اینکه اون سالیانه نزدیک به 16 میلیون بشکه از نفت ایران رو از طریق یک خط لوله مخفی به اسرائیل میرسونده آگاهی داشتن و ادعا کرده در کتابش که به دلیل روابط خود با دولت جمهوری اسلامی به موساد کمک میکرده که تا داخل ایران ماموران اطلاعاتی به دست بیاره و تیم اطلاعاتی جاسوسی بسیار نیرومندی رو بتونه در ایران تشکیل بده. و همچنین این فرد بسیار به سران اسرائیل نزدیک بوده، یعنی پول میداده به شیمون پرز، به ایود باراک و ارتباط مستقیم، یعنی همچنان که اشاره کردم ارتباط مستقیم با موساد داشته، برای موساد کار میکرده و در کتاب خودش اشاره میکنه که بارها به موساد در انجام عملیات مهم و حساس کمک کرده، نقش اساسی در انتقال نفت ارزان از ایران داشته. 150 میلیون دلار به موزه اسرائیل، موزه تل آویو، مؤسسات علمی پژوهشی و تئاتر اسرائیل کمک کرده. کمک هنگفتی به دانشگاه IDC هرتزلیا کرده و به پاس این کمک هم یکی از ساختمان‌های این دانشگاه به نام این فرد که دوست خمینی بوده تا به امروز همین نام رو داره، به نام مارک ریچ. مارک ریچ به همراه همکار و دوست نزدیکش پنتوس گرین سازمان ریش رو در اسرائیل پایه‌گذاری می‌کنند که نزدیک به 150 میلیون دلار سرمایه‌گذاری در اسرائیل می‌کنه که حتی هم به خاطر همین مسئله بهش دکترای افتخاری میده دانشگاه بار ایلان در سال 2007، دکترای افتخاری هم از دانشگاه بن گوریون می‌گیره و مرکز چایم شبا نیز در سال 2008 جایزه ویژه‌ای به این فرد اعطا می‌کنه. و یک مسئله دیگه هم که بخوام به این اشاره بکنم، مسئله اینه که شما تاریخ ها رو به یاد داشته باشید. خمینی میدونیم تا چه زمانی سر کار بود، کی مرد. خامنه ای هم از 14 خرداد 1368 میشه رهبر جمهوری اسلامی عبری عربی، یعنی از 32 سال پیش بوده سال 1989. در سال 1998 روزنامه سیاتل تایمز گزارش میده که واردات پسته از ایران به اسرائیل باعث از رونق افتادن پسته آمریکایی در اسرائیل شد. خیلی جالب این که حتی این مسئله باعث اعتراض پستکاران کالیفرنیایی به دولت آمریکا میشه. حتی این پرسش رو از یک یهودی تبار مسلمان شده به نام آقای اسدالله عسکرولادی تازه مسلمان میپرسن، میگه خب این کار احتمالش هست، یعنی رد نمی کنه. 105 تن پسته فقط در سالهای 94 و 95 به اسرائیل صادر میشه از طرف ایران. در سال 2008 هم آقای ریچارد جون سفیر آمریکا در اسرائیل در نامه رسمی به وزیر اقتصاد اسرائیل رانی بارون خواستار توقف واردات پسته از ایران میشه. در سال 98 دولت اسرائیل یک تاجر، وقتی که این مسائل شما ببینید
بعضی از این افراد دیگه تاجرای اسرائیلی اینقدر بی‌پروا عمل می‌کردن که اسرائیل برای که اعتراض رسمی آمریکا یا برخی از کشورهای دیگر رو به همراه نداشته باشه، به ظاهر برخی از این افراد رو قربانی می‌کرد. یکیش هم در سال 98 دولت اسرائیل یک تاجر اسرائیلی به نام نهوم ممبر رو به دلیل تجارت بی‌پروا آشکار با جمهوری اسلامی به 16 سال زندان محکوم می‌کنه که در ظاهر یعنی نشون بده که مخالف این گونه تجارت است. ولی به دنبال بررسی هایی که من برخی منابع مستقل پس از محکومیت نهوم ممبر آغاز می کنند، فاش میشه که این گونه تجارت ها از سوی صدها شرکت اسرائیلی با جمهوری اسلامی داره انجام میشه به گونه گسترد. روزنامه هارتس اسرائیلی در سال 2006 گزارش میده که پالایشگاه گاز در اسرائیل بیشتر نفت خام خودش رو از ایران داره خریداری میکنه. 2006 در این گزارش ها ابراز شده که با هماهنگی دو طرف یعنی جمهوری اسلامی عبری عربی و اسرائیل نفت رو به هلند میفرستن، از هلند به اسرائیل منتقل میشه. وزیر انرژی اسرائیل بنجامین بن الیزر پس از برملا شدن این مسئله جنجالی ابراز میکنه که هر گونه روابط تجاری که با کشورهای دشمن برقرار شود اگر به سود اسرائیل اقتصاد اسرائیل باشه باعث ثبات منطقه میشه. من نمیدونم اسرائیل وقتی داره از آغاز شورش 57 میلیون ها بشکه نفت از جمهوری اسلامی میخره و اینا در ظاهر یعنی با هم دشمنن، چگونه منجر به ثبات منطقه میشه. روزنامه وانت نیوز در سال 2011 گزارش میده داد و ستد میان ایران و میان جمهوری اسلامی عبری عربی و اسرائیل بسیار گسترده است. بر پایه این گزارش این حجم گسترده مبادلات با میانجیگری ترکیه، اردن و امارات داره انجام میشه. یهوشوا میری سرپرست سازمان دوستی اسرائیل و عرب ها در پاسخ به پرسشی در این در زمینه این افشاگری جنجالی میگه برخلاف آنچه که در ظاهر به نظر میرسه رابطه بازرگانی ما با ایران در حد ده ها میلیون دلار آمریکا در ساله و بر پایه این گزارش بیشتر صادرات ایران به اسرائیل پسته، بادام هندی و دیگر گونه‌های خوشبار و سنگ مرمره و صادرات اسرائیل هم به ایران شامل بذر، همین بذرهای تراریخته‌ای که سرطان رو سونامی سرطان در ایران راه انداخته و کود، لوله‌های آبیاری و هورمون‌های افزایش شیره که می‌دونیم این هورمون‌های افزایش شیر هم سرطان‌زاست و چه بلایی بر سر مردم ایران آورده و داره میاره که امیدوارم ما بتونیم یه برنامه در مورد همین بخشای صادراتی اسرائیل به ایران شامل بذرهای تراریخته و این مرمرشیر در رستاخیز داشته باشیم. آرانسیف مسئول واردات مرمر اسرائیل در زمینه داد و ستد با ایران در این زمینه میگه ایرانی ها به من پیشنهاد دادن از راه ترکیه سنگ مرمر ایرانی رو با کیفیت بالا و باهای پایین به اسرائیل صادر کنن ولی خب من نپذیرفتم. در همین گزارش جنجالی که در مورد این حجم از مبادلات میان ایران و اسرائیل اشاره میشه همیهنان گرامی در سال 2000 دولت ایران از شرکت اسرائیلی که 30 سال پیش سامانه پسماند یا فاضلاب تهران رو ساخته درخواست کرده برای بازبینی به تهران بروند به همراه تیمشون و دقیقا در همین زمان معاون وزیر جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی عبری عربی در تلاویف در هتل هیلتون تلاویف اقامت داشته، اون هم به هدف خریداری لوازم پیشرفته آبیاری از اسرائیل. در اردیبهشت 88 آوریل 2009 اسرائیل در هماهنگی با جمهوری اسلامی عبری عربی از راه دبی با مجوز وزارت بازرگانی ملاها صدها تن پرتقال اسرائیلی رو وارد ایران میکنه. در سال 2011 دولت آمریکا اعلام نمود که شرکت اسرائیلی گروه برادران اوفر رو به خاطر تامین فرآورده‌های نفتی ایران تحریم کرده و در مورد این اعلام جنجال برانگیز دولت آمریکا درباره شرکت اسرائیلی برادران اوفر روزنامه‌های اسرائیلی نیز گزارش دادند که شرکت تانگر پاسیفیک اسرائیلی که متعلق به سام اوفر از شرکت اسرائیلی کشتیرانی برادران اوفر است یک فرمند کشتی نفتکش به نام رافلز پارک رو در سال 2010 به شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی تحویل داده. یعنی در واقع این شرکت رو
به جمهوری این کشتی رو به جمهوری اسلامی فروخته. حالا یه مسئله بسیار جالبتر هم بهتون بگم در این زمین. در سال 2016 خبرگزاری بلومبرگ فاش میکنه که محمد رضا خاوری رئیس پیشین بانک ملی جمهوری اسلامی عبری عربی و از متهمان اصلی و فراری پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی دارای رابطه تجاری بلند مدت با تاجر اسرائیلی آمریکایی سام میزراهی است که یه رگه ایرانی هم داره. بر پایه این گزارش خشایار خاوری پسر محمود خاوری دقیقاً در زمانی که پدرش رئیس بانک ملی بوده بر روی چندین پروژه که متعلق به میزراهی در تورنتو کانادا بوده از جمله ساختن کنیسه شکوهمند یهودیان فورسکیل سرمایه گذاری کرده و احتمالاً در گزارش این واژه احتمالاً به کار رفته، من مجبورم این رو بگم که امانتداری کرده باشم، و احتمالاً سرمایه این پروژه ها پولهای اختلاس شده تأمین شده، نه به دید از دید من احتمالاً 100%، یعنی پولها رو از ایرانی ها اختلاس کردن رفتن تو ساخت کنیسه یهودیان یهودی فورسکیل سرمایه گذاری کردن. خب حالا بازم یه عده بیان بریم سن آیلا و اسرائیل. از همه مهمتر که برای ایرانیان درون ایران جنبه بسیار حیاتی داره، خب همه این چیزایی که گفتم ارزشمند بود و اینم که میگم بسیار ارزشمنده چون ولی زجر روزانه داره به خاطر مسئله محدودیت‌های اینترنتی و گردش آزاد آگاهی در ایران. در ماه دسامبر 2011 دوباره خبرگزاری بلومبرگ در گزارشی اعلام میکنه که بیشتر تجهیزات فیلترینگ اینترنت در ایران از شرکت‌های اسرائیلی تهیه میشه. بر اساس این گزارش تجهیزات فیلترینگ از اسرائیل به دانمارک و از اونجا به تهران منتقل میشن. بر اساس گزارش نام این سیستم نت انفورسر است. بر اساس ارزیابی یک متخصص کامپیوتر آمریکایی این سامانه اجازه جاسوسی از هر دستگاهی که به اینترنت وصل بشه رو میده و این سامانه بسیار بسیار پیشرفته اسرائیلی به ایران فروخته شده. بر اساس این گزارش این دستگاه ها توسط شرکت اسرائیلی آلوت کامیونیکیشنز تولید شده است. یعنی شما ببینید شرکت اسرائیلی این تجهیزات رو به خاطر اینکه بتونه براش درد سرساز نشه، خب این شرکت این دستگاه های محدودسازی و جاسوسی و کسب اطلاعات رو، حالا نامش فیلترینگه ولی خب کارش جاسوسیه، اینا رو با هماهنگی موساد به کشور اروپایی میفرستن و از اونجا به جمهوری اسلامی عربی میفروشن. شرکت آلود کامیونیکیشن. این رو اینها مواردی بود که من میخواستم اعلام بکنم. این نام هایی که به شما گفتیم گفته شد رو سالهاش رو میتونید خودتون بررسی بکنید. البته این گزارش های مقدار جنبه های دیگه هم داره که حالا اگر زمان باشه میتونم به اینها بپردازم و شما این برنامه چون ضبط میشه بله. شما میتونید باز هم اگر نیاز باشه دوستان باز بخشش رو گوش بکنن و از گفته هایی که دوستانی که در این نشست گفتگو کرد سخن گفتن بهره ببرن. سپاسگزارم. پوزش بخوام اگر بفرمایید. دوستا جان، سعید جان شما الان هستی؟ صدات هست یا نه؟ صحبت کنید لطفا. بله بله بفرمایید. امیدوارم که اگه دوستان کسی مطلبی سوالی شدید داره اعلام کنه بیاد بالا. مرا جان این سرکار بانون نیک شون دارن میخوان صحبت کنن، ببین اگه میتونی مایکشون رو بالا. بله بله بذاره الان براشون دعوت فرستادم که بیان رو استیج. حتی دارن آشنایی به کلاب هاوس ندارن، باید حالا من دعوتنامه فرستادم، فقط اون جوین رو باید بزنید شما اوکی کنید بالای صفحه موبایلتون میاد که من برای شما دعوت فرستادم که اسپیکرتون فعال بشه. سعید جان شما صحبت کن تا ایشون بتونم چیز کنم بیان روی استیج. بله من داشتم صحبت کردم، متاسفانه اینترنتم قطع شد، بعد اومدم میام دکتر دارن صحبت میکنن دیگه گوش کردم تا
دور جدید. صحبتم اینجا بود که جمهوری اسلامی تا سال 69 که ماموریت اولش یکی از اصلی ترین ماموریت‌هاش نابود کردن دشمن اصلی اسرائیل یعنی عراق یعنی صدام حسین بود که تا اون زمان به صورت یک دست کارش رو انجام بود، یعنی اون دو جناحی که در جمهوری اسلامی به ایران فرستاده شدن تا اون زمان به صورت یک دست کار انجام بودن. بعد از اون تا سال 1374 خب شرایطش تغییر کرد، بازی های جدیدی بود که حالا بخش زیادش برمیگرده روی این جریان تحریم ها و خیلی از مسائل دیگه که همه در جریان دارن. اما از 1374 به این بر جمهوری اسلامی طبق دستور، طبق پروژه، طبق سناریو به دو بخش تقسیم شد، یعنی بخش اصلاح طلب و بخش اوتونیان. هر دوی این بخش به صورت مستقیم باز تحت کنترل مافیای جهانی به فرماندهی صهیونیست که حالا شما اسمشون اسرائیل مدیریت میشه، مطابق با مواضع متقابل، با مواضع مختلف، یعنی روبروی هم، یعنی خودشون اپوزیسیون خودشون، همون کاری که توی اپوزیسیون جمهوری اسلامی مافیا با اون مرد نهادینه کرده که اپوزیسیون میشه اپوزیسیون اپوزیسیون و یک درگیری های داخلی پیش میاد که در نهایت همه این درگیری ها خروجیش به نفع مافیای جهانی و به نفع بودن انگلی به اسم جمهوری اسلامی و به ضرر ملت ایران تمام میشه، یعنی بازی 43 ساله به این صورت. اونجایی که گفتم برید میگن پوسته میندازن لایه میذارن که شما پشت دیوار رو نبینی و ملت پشت دیوار رو نبینن و دور خودشون بزنن یک شب. خب دو تا شاخش جمهوری اسلامی به اسم اصلاح طلب به اسم اصولگرا و به قول معروف پایه‌گذاران این دو تا جریان هم اگر برید مقدار پیشینه‌شون رو عقب‌تر نگاه کنید همون کسایی هستن که توی حلقه دوم نیروهای اشغالگر وارد شده به ایران بودن، یعنی حلقه اول که خمینی و دار دستش بودن که توی چند قدم اول به قول معروف حذف شدن از صحنه رونده شدن، اما مهره هایی که توی حلقه دوم اومدن کسایی هم که تا همین امروز هم تو بدنه جمهوری اسلامی در رأس جمهوری اسلامی سر کار، اینا مهره هایی بودن که توی حلقه دوم بودن. خب دو بخش شد، اصلاح طلب اصولگرا. مواضع اصلاح طلبان در مورد اسرائیل مواضع نرمتری بود، شما میشنویدید خیلی مثلا توی مصاحبات مثلا افراد مانند زیبا کلام و همسال اینها می اومدن از برقراری رابطه با اسرائیل صحبت میکردن، از محاسنش صحبت میکردن و بلافاصله اون جناح مخالف یعنی اصولگرا اونها می اومدن بر علیه اینها صحبت میکردن و مواضع خیلی تندتری داشتن. ولی جفت اینها تو جاهایی که باید ماموریت اصلی رو انجام میدادن مثلا به نفع سیاست اسرائیل با هم همصدا و همفکر و هم گام بودن. نمونهش در بخشیدن دریای کاسپین ایران، در تاراج دریای کاسپین ایران، شما میبینید در اون تاراج اصلاح طلب راه رو باز میکنه، معامله رو یا آره معامله رو به نتیجه میرسونه، بعد اصولگرا که حالا موضع تندی داره اون هم میاد و حمایت میکنه، در حقیقت در رأس اصولگرایان که علی خامنه ای باشه میاد و این رو تنفیذ میکنه، اینو امضاش میکنه و محکمش طبق دستور. یعنی دو تا جریانی که با هم در ظاهر مخالفن اما در پروژه‌های ایران‌ستیزانه با هم یک دست. حالا این بخش داخلی هم باز به همین صورت، اما چون صحبت ما رو جریان اسرائیل و جمهوری اسلامی من راجع به این بخش صحبت می‌کنم. ماموریتی که به اصلاح طلبان داده میشه با این رویه باور نرم‌تر در مقابل اسرائیل، آماده سازی شرایط در داخل ایران برای تجزیه ایران. یعنی چی؟ یعنی شما اگر در داخل بروکراسی جمهوری اسلامی نگاه کنید ببینید از 74-75 به این بر که نماینده سروس ابتدا با نماینده جمهوری اسلامی که توی دولت اکبر رفسنجانی هست مذاکراتی انجام میده و بعد نماینده اصلی سروس یعنی نور چشمی سروس یعنی مهره کلیدی جورج سروس میشه محمد خاتمی و میاد میشه رئیس جمهور ایران و دیدارهایی هم محمد خاتمی که به دستور با این مافیای سروس و شخص سروس داشته که همه دیگه اینا رو شنیدن تو برنامه اصلا سیمون
اگر کسی ندیده میتونه بره توی یوتیوب رستاخیز یا تلگرام و فیسبوک برنامه‌هاشو ببینه، اخبارش هم ببینه. حالا بخشی که اسم اصلاح طلب بود، زمینه سازی کرد برای تجزیه ایران، برای پیشبرد اهداف صهیونیسم زیر اسم همون اسرائیل بزرگ یا خاورمیانه نوین که توضیح داده شد. بخش اصولگراش کیا هستن؟ شاخه نظامی و اقتصادی قدرتمندی که توی اصولگرا هست جریانی هست به اسم سپاه پاسداران. سپاه پاسداران یعنی که بخش که شاخه تروریستی برون مرزی و درونش در حقیقت اسمش سپاه قدسه، یعنی در رأس سپاه پاسداران سپاه قدسه، همون سپاه اورشلیم یعنی سپاه جمهوری اسلامی، سپاه اسرائیل. و هر حرکتی هم انجام داده تا الان به نفع اسرائیل، از حمایت حزب الله لبنان بگیرید تا حوثی و موسی و تمام این میلیشیاهای تروریستی که آموزش داده شده. پس اصلاح طلب افرادی یا اون بخش اصلاح طلب توی صحبتاشون دنبال دوستی با اسرائیل هستن و بخش اصولگرا مخالف وجود تمامیت وجود اسرائیل در ظاهر هستن، اما خودشون تشکیل شده از عناصر رد بالای صهیونیست هستن که حالا میتونید برید توی فرماندهان سپاه پیداشون کنید، میتونید برید توی بیت رهبری پیداشون کنید و میتونید حتی خود علی خامنه‌ای رو اگر پوستشو باز کنید، لباسشو کنار بذارید، اون ماهیت اصلیش که مهره صهیونیست هست رو میتونید توی به قول معروف هیکل نحس و بدن نحس این آدم ببینید، همونجور که خمینی رو به عنوان یک عالم شیعه به ملت ایران فروش کرده و بعد که اون جنازش تشریح جنازش شده و اون شست شده جنازش دیدید که اصلا خامنه‌ای حتی ختمه هم نشده بود و علی خامنه‌ای هم به همه صورت هیچ فرقی نداره. حالا توی مواردی که اسرائیل نیاز داره این دوتا جریان با همدیگه همکاری میکنن، نمونش هم گفتم دریای کاسپیان تو بخشیده دریای کاسپیان. اما خود جورج سوروس کیه؟ خود جورج سوروس یک یهودی صهیونیست، یعنی یهودی صهیونیستی که جمهوری اسلامی از رهبر الدنگ اولش تا رهبر دومش خواهان نابودی این جریان و این ایده و این فکر و این مردم و این کشور هستند در شمار، ولی نماینده علی خامنه ای یعنی آخوند محمد خاتمی میاد و با این دیدار میکنه. بعد از اینکه ما توی رستاخیز سیمرغ اومدیم پروژه اصلاح طلبان و پشت پرده اصلاح طلبان رو برای ملت باز کردیم و خیلی هم سر صدا کرد، شما میبینید جمهوری اسلامی بیاد مستنداتی میسازه، حتی دادگاه‌های تشکیل میده برای اینکه این جریان جورج سوروس در جمهوری اسلامی چیه. کار به جایی میرسه که محمد جواد ظریف رو به تبیده شورای اسلامی فرا میخونن و توی سوال جواب ها با اون نمایندگان تبیده جواد ظریف رسما اعتراف بکنه بله من ما طبق دستور علی خامنه ای با مافیای سوروس با کمپانی سوروس ارتباط خوبی داریم، راهنمایی های خوبی به ما انجام دادن، کمک های زیادی انجام دادن و الی آخر که همتون تقریبا چون دوستانی که اینجا هستن الان یا کسی که بعدا این برنامه رو میدن دوستانی هستن که رستاخیز سیمرغ رو دنبال کردن و شدن. میایم حالا توی بخش مأموریت اخیر مافیای جهانی با هدایت اسرائیل و با مجریگری جمهوری اسلامی در خاورمیانه. حدود دو سال پیش، دو سال خورده پیش، زمانی توی کاخ سفید یک صحبتی شد، یک نشستی برگزار شد و دیداری بین بنیامین نتانیاهو و ترامپ شکل گرفت. توی این دیدار اومدن پرده برداری کردن از طرح معامله قبل که همتون به خاطر دارید. ما توی رستاخیز سیمرغ اومدیم همون موقع برنامه رو گذاشتیم، تمام گام‌هایی که قرار توی این معامله قبل به قول معروف شکل بگیره و پیش بره و در ته معامله قبل یعنی نابودی ایران و تقسیم ایران بین یه سری بازیگر در منطقه صحبت کردیم که تا امروز هم دیدید همش متاسفانه اتفاق افتاد. یعنی ما خوشحال نیستیم که پیشبینی‌ها یا گفته‌های ما به حقیقت پیوسته، چون ته این پیشبینی‌ها متاسفانه نابودی ایرانه، ولی این اتفاق افتاد و ما بازی‌ها رو تونستیم طبق بررسی‌ها و تحقیقات و اون بینش و به قول معروف دانشی که حالا داریم تونستیم بازی‌ها رو برای ملت باز کنیم تا اون حد امکان.
تو معامله غرب دوستان، آقای نتانیاهو در کاخ سفید بغل دست ترامپ به صورت رسمی اعلام کرد، گفت آمریکا متعهد شده است در سرزمین‌هایی در خاورمیانه قوانین اسرائیل اجرا شود. وقتی صحبت از قوانین اسرائیل اجرا شود، اون قوانین مدنی که اسرائیل توی کشورش داره نیست، یعنی اون قانون مقررات برنامه رانندگیش نیست، اون قانون دادرسی و دادگستریش نیست. منظور از این قوانین یعنی بخشی از این کشورها در خاورمیانه آمریکا این تعهد رو داده که اسرائیل بتونه توی بخش امنیتی این کشورها رو کنترل کنه و سیاست خارجی اسرائیل در این کشورها حرف اول رو بزنه، مدیریت بخشی از این کشورها در کنترل اسرائیل باشه. و بعد در ادامه آقای نتانیاهو ادامه میده که و این سرزمین ها و بخش های دیگر رو آمریکا تعهد داده که در آینده ها، یعنی در آینده دورتر، حالا 50 سال، 10 سال، 15 سال، 100 سال آینده، آمریکا این سرزمین ها رو زمینه خاک اسرائیل بزرگ بداند و به رسمیت بشمارد. خب این یعنی چی دوستان؟ این یعنی این که توی کشورهای خاورمیانه، چون اسرائیل از نظر اطلاعات امنیتی که حالا موساد سیستمش بسیار قویه، این بر کسی پوشیده نیست که موساد کارشو بلده، خوب کارشو انجام میده، چون فریب و دروغ زیاد توی این دم دستگاه هست. شما میبینید بعد از اون اتفاق کنترل امنیتی بحرین، امارات، نمیدونم عربستان، اردن و بسیاری از این کشورها تحت کنترل اسرائیل قرار میگیره. و بعد میایید توی شمال غرب ایران، شما میبینید یک کشوری به اسم باکو، به اسم آذربایجان جری یا ایران شمالی، شما میبینید اسرائیل حرف اول رو در سیاست خارجی این کشور به قول معروف میزنه و سناریوهایی که میخواد رو پیاده میکنه. حالا اینا رو داشته باشید، دور تا دور ایران، در داخل ایران هم خود اسرائیل وجود داره. یعنی چی؟ یعنی در بیت رهبری خود اسرائیل رو حکومت میکنه، منتها این مقدار گیج کننده است، چون تز سیاست خارجی صهیونیست روی اصل یا اصول واکسن پایگذاری شده، زهر، پادزهر و زهر، یعنی زهر رو خودش تزریق میکنه که بتونه پادزهرشو بگیره. ویروس ضعیف شده ای به اسم جمهوری اسلامی رو میذاره سر کار که فقط هارتپورت کنه که بتونه اون امنیت و ایمنی خودش رو در منطقه حفظ کنه. این اصل سیاست اسرائیل بوده و هست تا هر روزی که این جریان صهیونیست وجود داشته باشه. خب شما میبینید هر کاری که در کشورهای اطراف اسرائیل بخواد انجام بده، یا بهانه رو جمهوری اسلامی جور میکنه، یا اون کشورها کاری انجام میدن که جمهوری مثلا یکیش در مورد طالبان که ما اینو همون موقع گفتیم تو برنامه‌های بعدیمون هم تا همین چند وقت پیش هم میگفتیم و بعد که اتفاق افتادم که خب دیگه اتفاق افتاد همه دیدم. شما در جریان افغانستان، چون شمال غرب ایران که باکو باشه اسرائیل هست، همه چیز اوکیه، آماده است. توی غرب ایران که اقلیم کردستان عراق باشه اسرائیل هست، اون اختلافات و اون کینه و اون همه اون دلایل انفجار وجود داره. توی قسمت استان خوزستان ایران هم در خارج از مرزهای ایران اسرائیل وجود داره و اون کینه و نفرت و اون بلان شرایط انفجار هم مهیاست. توی این قسمت ها گروه های مدعی مخالفت با جمهوری اسلامی که علم خودمختاری و خودگردانی و استقلال طلبی هم سر میدن، اینها هم نیروهایی هستن که تحت ساپورت مالی شدید اسرائیل قرار دارن، از حزب دموکرات کردستان بگیرید تا کومله و مومله و یکی مصطفی هجری و امثال هم بزنه بیرون. اینها تحت کنترل اسرائیل هم بیاییم پایین تر بالاتر، پانتورکا تحت کنترل اسرائیل هم بیاییم پایین تر سمت جنوب،
این پان عرب ها یا الاحوازی و امثال اینها هم که تحت کنترل مالی شدید اسرائیل هستند. حالا همین گروه ها با جمهوری اسلامی که نماینده اصلی جمهوری اسرائیل هم هست، اینها با هم هم مراودات سیاسی و نظامی دارن. یعنی هر کجا قرار باشه جمهوری اسلامی سرکوبی انجام بده، این گروه های زیر دست اسرائیل مثل این پان ها، اینها بهانه رو ایجاد میکنن، جمهوری اسلامی حمله میکنن، مدام حمله به اونها نمیکنه، حمله به ملت ایران میکنه در اون مرتبه و کشتار از ملت ایران میشه، جو امنیتی رو برای ملت ایران درست میکنه. اما اون گروه ها چیزشون نمیشه، همشون تو خارج از ایران نشستن با دلارشون دارن حال میکنن. اینم یه بحث دیگه است. میایم دیگه در معامله در جمهوری اسلامی ماموریت پیدا میکنه طالبان رو، لباس طالبان رو برداره، نیروهایی که خودش آموزش داده بود توی سوریه، توی لبنان و جاهای مختلف، یعنی گروه‌های تروریستی که به عنوان کارگران یا عمل بنای جریان‌های تروریستی جمهوری اسلامی شکل داده بود، این نیروها رو برمی‌داره، کاور طالبان رو تنشون می‌کنه و وارد افغانستانشون می‌کنه. جمهوری اسلامی با کمک پاکستان. و شما می‌بینید توی اتفاقایی که توی افغانستان افتاد، کوچکترین صدایی از اسرائیل بلند نشد. یعنی اسرائیلی که اگر یک پشه توی خاورمیانه اشتباهی پشت رو ملق بزنه، اسرائیل دادار دودو رو برمی‌داره که امنیت ما به خطر افتاد. اما افغانستانی که قراره بشه مرکز آموزش تروریست‌های نیابتی اسرائیل، اسرائیل هیچ واکنشی بهش نشون نمیده، نه احساس خطر میکنه و نه صحبت میکنه. اما جمهوری اسلامی کارش انجام داد. این در قسمت شرق. در قسمت شمال غرب شد جریان باکو، که باکو چشم به خاک ایران داره. وعده ای که اسرائیل به باکو داده دوستان اینه که من کمکت میکنم، از این وعده رو به همه داده که حالا بهش توضیح بهش میرسم. اسرائیل به باکو میگه من کمکت میکنم، اون سرزمین هایی که شما مدعی هستید سرزمین ها متعلق به شما، به شما برگرده، شما به من کمک میکنید در زمینه سوخت که 60% نفت اسرائیل رو باکو داره میده، در زمینه اطلاعات و در زمینه کمک کردن به گروه های تجزیه طلب، شما این کمک ها رو به من بکن، من کمکت میکنم، اون سرزمین هایی که شما مدعی هستی به شما برسه. گام اولی که اسرائیل برداشت برای باکو به قولش عمل کرد، یعنی قره‌باغ رو بعد از 30 سال با جنگ گرفت و داد به باکو. خب این یک امتیازی بود که اسرائیل به قولش کارش انجام داد. گام دومش در اون منطقه متاسفانه بخش‌های آذرنشین ایرانه، که اون بخش‌های آذرنشین ایران هم امروز شرایطش برای این بریدن این کیک آماده است. جمهوری اسلامی کمک میکنه، شرایط از اون بر آماده است تا حالا اتفاقاتی که بعدا خواهد افتاد. بیاییم توی قسمت شمال شرقی ایران و شرق ایران. شما میبینید یه دفعه یک جانور وحشی که 60 خورده سال بیشتر سن نداره به اسم کشور پاکستان، که از ابتدای وجودیش یک غلوف سیاسی یا حالا شاید هم 4 تا کرک هسته‌ای بهش داده باشن، یک کشوری که همین الان در قرن 21 شما اگر برید توی پاکستان اصلا نفس کشیدن برای تو دشواره. نه تاریخ داره، نه تمدن داره، نه فرهنگ داره، نه اوضاع اجتماعی مناسبی داره، اما بمب اتم داره. خب این کشور که توی یک چهارم مساحت ایران 280 میلیون جمعیت رو چپونده، شما میبینید میاد میشه بازیگر منطقه، میاد میشه دشمن ایران، دشمن جمهوری اسلامی نه، دشمن ایران. چرا میاد میشه دشمن ایران؟ چون چشم داره به استان سیستان و بلوچستان ایران. خب آقای اسرائیل میاد میگه آقای پاکستان بله، شما اینجا این کار رو برای ما انجام میدی، ما سیستان و بلوچستان هم به شما بدیم. شما یه دفعه میبینی پاکستانی که اصلا نه سر پیازه نه ته پیازه میاد توی توی باکو و یک رزمایشی انجام میده با باکو و ترکیه. پاکستان نه مرز داره اونجا، نه منافع داره اونجا، نه اصلا ربطی به پاکستان داره. بعد میایید در قسمت طالبان میبینید پاکستان با جمهوری اسلامی با
روی موضوعی به نام افغانستان با هم همکاری میکنند که طالبان در افغانستان به قدرت برسند. خب آقای جمهوری اسلامی، پاکستان اومده برای شما ادعای دشمنی کرده، داره عدا در میاره برای شما، چجوری میاری با پاکستان کمک میکنی که افغانستان در تصرف طالبان قرار بگیره؟ اینا همه اون سوالاییه که این فارسی دانان صهیونیست باید بیان به ملت ایران جواب بدن و مردم باید این چیزا رو بدونن. توی قسمت طالبان، توی قسمت افغانستان هم که شما دیگه شاهدش هستید، تجهیزات نظامی که مافیای جهانی یعنی ناتو، یعنی 30 کشور قدرتمند به علاوه آمریکا، تجهیزات نظامی که برای طالبان، شما من وقتی میگم طالبان بخوانید سپاه قدس جمهوری اسلامی، سپاه اورشلیم جمهوری اسلامی، این تجهیزات در اختیار اینها قرار میگیره. بخشی از این تجهیزات وارد پادگان‌های جمهوری اسلامی در ایران میشه، بخشش به پاکستان ارسال میشه. چرا؟ چون اینها قراره در آینده نزدیک یک گروه‌هایی به اسم هشت الشعبی و هشت البشمک و هشت الجنبک یا مثلا داعش سیستان، داعش خراسان، داعش مشهد، داعش سمنان، داعش گرگان و همسان اینها شکل بگیره. خب این داعش ها اگر قرار شکل بگیره، سلاح که دیگه نمیتونن به اینا بدن به صورت مستقیم. این سلاح‌هایی که مخفی شد، پنهان شد، بین این داعش های جدید تخم میشه، پخش میشه. برای چی؟ برای اون جنگ داخلی که در آینده نزدیک اینا دنبالشن که رقم بزنن. خب پس اسرائیل کنترل جنگ مدیریت شده در باکو رو در اختیار داره، کنترل جنگ مدیریت شده در اقلیم کردستان عراق رو در اختیار داره، کنترل جنگ مدیریت شده در حاشیه مرزهای ایران در جنوب ایران که استان خوزستان و بوشهر و همسایه اینها باشه رو، چه بخشیش که توی شهرنشینای عربی باشه و بخشیش هم که در داخل ایران تحت عنوان سپاه قدس باشه، اینا رو هم در اختیار داره. توی قسمت جنوب شرقی ایران، سیستان و بلوچستان ایران، اینا رو در